خب سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان گلم محمد رضا مهاجری هستم کانال نیکول وب خوش اومدید به قسمت 16 هم از دوره طراحی سایت با سی اس اس امروز می‌خوایم مپس فونت ها رو دانه بدیم و با دستور فونت فیس اش بشیم و ببینیم که چجوری میتونیم فونت دلخواهمون رو به سایتمون اد کنیم قبل اینکه بریم سراغ ویدیو خوشحال میشم که حتما کانالمون رو اگر ساب ندارید حتما سابسکرایب کنید و این کار کمک بزرگی از ما کردید دکمه قرمز که در زیر ویدیو موجود هست شاید زبونتون اگر فارسی باشه اسمش مشترک شدن باشه اون رو بزنید و حضور کانال با بشید که اگر ویدیوی هم منتشر شد بتونید در اصل وقت اون رو ببینید همچنین اگر از ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید که اون هم کمک بزرگی به ما هستش و در انتها هم اگر دوست داشتید حتما نظرات و کامنت های خودتون رو برام بنویسید خوشحال میشم که بهشون پاسخ بدم بیمار تلیب به آموزش خب خوش اومدید به این قسمت از دوره تحریصت با CSS امروز میخوام دست فوند فونت فیس رو باش کار کنیم و ببینیم که چجوری میتونیم همون فونت که حالا خودمون میخوایم رو به سایتمون اد کنیم ما جلسه پیش با فوند فامیلی آشنا شدیم و گفتیم که فوند فامیلی میاد و با استفاده از فوند فامیلی شما میتونید فوند هایی رو که روی سیستمتون موجود هست رو انتخاب کنید حالا شما فرض کنید که بخواد یک فونتی رو استفاده کنید که روی سیستم یا حالا اون هاستی که قرار استش وبسایتتون رو درنش آپلود کنید فایل هاشون رو موجود نباشه خب ما نیاز هستش که اول بیایم و اون فونت رو در نه وبسایتمون بارگذاری کنیم یا در نه هاستمون بارگذاری کنیم من یک ابتلام میخوام راجع به فونت ها صحبت کنم راجع به فرمت فونت ها و بگم که فونت ها همجور که الان تو این جدول هم میبینید فرمت های مختلفی دارن TTF داره OTF داره و حالا اینجایی که مواردی که شما اینجا دارید میبینید ببینید بعضی از این فونت ها روی بعضی از مرورگرها پشتیبانی نمیشن مثلا الان فرمت ای تی رو اگر نگاه کنید فقط روی اینترنت اکسپلور در پشتیبانی میشه یا مثلا اس مثلا روی فایرفاکس پشتیبانی نمیشه یا مثلا روی اینترنت اکسپلور پشتیبانی نمیشه ببینید دو تا فرمت که خیلی مرسوم هست و ازش استفاده میشه تی و و هستش که و همون مربوط به فونت های آنلاین هست و تی روی دستگاه های اپل و مایکروسافت ویندوز و مک بیشتر ازش استفاده میشه و میشه گفتش که فرمت پشتیبانی شده توسط این دوتا سیستم عامل هستش. معمولاً برای اینکه بیان فونت ها رو اضافه کنم به وبسایت ها از همین دوتا تا در واقع فرمت استفاده میکنن. حالا بعضی هستن که assign یک شاپلود میکنن، یک فرمتش رو بالا. مثلا فقط میان و و اف, اف رو مثلا آپلود میکنم و تی, تی اف رو اصلاً آپلود نمیکنم. ولی خب بهتر هستش که شما هر دو نسخه این در واقع فونتتون رو آپلود کنید که توی دیوایس های مختلف مشکلی از بابت نمایشش وجود نداشته باشه یک توضیح در مورد خود فونت ها بدم من الان میخوام برم توی مثلا دانلود فونت رو میخوام سرچ کنم و ببینم که فونت ها اصلا چه جوری هستش دانلودشون بذارید اسم یک فونت رو بنویسم مثلا دانلود فونت یکان کان مثلا فونت های ایرانی خب زیاد هستند، بعضی هاشون خب لایسنس دارن و نیاز هستش که شما اونها رو تهیه کنید و بعضی هاش هم به صورت رایگان در اینترنت موجود هست بیشتر از فونت های در واقع ایران یکان و خانواده سنس استفاده میشه مثل ایران سنس شاید این فونت ها رو توی وبسایت های مختلف دیدید اون یک نکته که هست شما باید فونت ایران یکان و ایران سنس رو تهیه کنید لایسنسش رو و اگر بخواید به صورت قانونی استفاده کنید نیاز هستش که حتما اون فونت ها رو در واقع خریداری کنید میتونید از همین جا این فونت ها رو بخرید و اگر در و خواستید استفاده کنید یا مثلا جا اگر شما بنویسید دانلود مثلا فونت ایران سنس من مثلا میزنم میبینید که اینجا میتونید ایران سنس یا ایران سنس رو دانلود کنید اما نکته که باید بهش توجه کنید این هستش که این فوند ها در واقع لایسنس دارن همونجور که بهتون گفتم مثلا توی فوند ایران را اگر نگاه کنید نسخه حرفه ایش دارای لایسنس هستش که حالا اینجا میتونید پلند که دلتون میخواد رو انتخاب کنید حتما حتما اگر در توانتون هست تا جایی که براتون امکان داره حتما این فوند ها رو خریداری کنید چون واقعا خیلی الان کپی که تو ایران واقعا میتونم بهتون بگم که از بین رفته و هیچ که خب دانلود نمیکنه این فونت ها رو و دوایش که نمیخره و میرن دانلود میکنن اگر در توانتون هست بیاید و از این وبسایت حالا یا ایران سنس یا به اصطلاح ایران یکان رو بخرید من پیشنهادم این دوتا فونت هستش برای وبسایت ها فونت های خوبی هستن میتونید بر تولید محتوا ازشون استفاده کنید روی نرم های فتوشاپ یا حالا روی خود کامپیوترتون میتونید ازشون استفاده کنید در کل فونت های خوبی هستن خب بریم سراغ آموزش من از ابتدا میخوام بهتون بگم که چجور باید در واقع فونتاتون رو ازشون استفاده کنید مثلا من همین فونت بی اکان رو دانلود میکنم خب منتظرمونیم که فایل دانلود بشه یک توضیح رو من بدم که چجوری از این باید استفاده کنید خب فایل دانلود شد بذارید من روی دسکتاپم هم فایلش رو بندازم اکسرکت کنم خب میبینید که الان از بی کان فقط حالت تی تی موجود هستش من اگر بخوام این فونتم رو به فرمت های مختلف تبدیل کنم یعنی بیام این قابلیت رو دارن که بیاین چه مثلا یک فرمت رو به فرمت های مختلف تبدیل کنید جوری باید این کار رو انجام بدم؟ یک وبسایتی هست به نام فونت آنلاین چنجر اگر اشتباه نکنم یا فونت آنلاین کانورت بذارید من بیارم وبسایتش رو فونت آنلاین کانورت بله فونت آنلاین کانورتر رو اگر به داخل وبسایتش اینجا شما میاید فرمت هایی که دلتون میخواد رو انتخاب میکنید مثلا اگر فونت فیس رو بزنید خب به صلاح میاد و کل همه این فونت ها رو فرمت هاش رو کپی میکنه یا میتونید بیاد بگید که من مثلا فقط فرمت اف رو میخوام اف رو انتخاب میکنید سلکت فونت رو میزنید و حالا اون فرمت فونتتون که دانلود کردید رو اینجا قرار میدید من به یک کانم فرمتش میبینید True Type فونت هست یا همون TTF اینجا انتخابش میکنم و کافیه که دان رو بزنم شروع میکنید به کانورت کردن و فور در فونت من رو تبدیل میکنه به اون فرمت که ازش خواستم کافی که روی سیو یور فونت بزنید و دانلود اتچمنت رو اگر بزنید فونتتون با همون نسخه دانلود میشه میبینید که الان اینجا به من نسخه به اصطلاح بی اکان وفف رو به من داد خب حالا من که این دوتا فرمت رو دارم میرم شروع میکنم به استفادهش در سندم میگم برای اینکه برای تو توی وبسایتتون آپلود کنید این دو تا فرمت کافی هستش و این دو تا فونت رو با این فرمت ها داشته باشید مشکلی نداره و میتونید ازش استفاده کنید بریم سراغ کد زدنمون انسری نرم افزار دیریم رو یک مقدار دیتر با کردیم ولی خب میدونید که همیشه به نرم افزار دیریم نیاز داریم خب بریم شروع کنیم به کد زدن این جلسه من توی سی هم ای پیه 15 رو ایجاد میکنم جلسه 15 همی است که داریم کد میزنیم یک جلسه که مقدمه بوده خب یک سند HTML جدید با نام ایندکس ایجاد میکنم و این رو با نام در واقع ایندکس توی همون ای پیه 15 هم زخیرش میکنم خب این از اولین فایلم نیاز دارم یک فایل CSS هم ایجاد کنم یک سند CSS و این رو هم درون ای پی 11 با عنوان استایل ذخیرش کنم. خب فایل هم ساخته شد حالا میتونم شروع کنم به کد زدن. ابتدا میام لینک رو ازش استفاده میکنم، اچ رو میدم، استایل رو بهش لینک میکنم، ریلیشنش رو هم استایل شیت قرار میدم. این حالا خودتون میدونید دیگه دقیقاً تکرار کردیم دیگه باید باشون آشنا باشید تایپش رو هم میذارید که به مشکل بر نخورید تایپ تکست سلش سی اس اس خب این از این حالا من یک پاراگراف استفاده میکنم که بیام روش اون فونتی دارم میخواد رو اعمال کنم فارسی ترجیحاً تایپ میکنم مینویسم این یک متن فارسی است خب این از این بریم توی استایل و شروع کنیم به در واقع لینک کردن اولین کاری که باید شما انجام بدید بعد بیاید از یک دستوری به نام فوند فیس استفاده کنید فوند فیس رو باید با یک ادساین اول استفاده کنید و سپس فوند فیس رو بنویسید آکولات ها رو وا می‌کنید و دقیقا این دستورات دیگه که سی اس بنویسید حتی باید آکولات رو قرار بدید اولین چیزی که باید مشخص کنید اسم فوند هستش دستور فونت فامیلی رو اینجا به کار میبرید و اسم فونتتون که میخواید ذخیره بشه رو مینویسید ببینید الان اسم فونت من اینجا اون پوچش کجاست آه. اسم فونت من الان بی یک کان هست خب یا یک کان من میتونم بیام اسمش رو هرچی که دلم بخواد بذارم میتونم مثلا ای یک قرار بدم ولی بهتر هستش همون اسم فونت رو بنویسید که اگر یک کاربری خواست حالا الگو برداری کنه فونتتون بدونه که آقا این فونت استفاده شده بی کان هستش من به این صورت اسم فونت رو می نویسم بی کان خب این از این حالا در واقع سیمی کالن خودم رو قرار میدم میتونم اینها رو هم درون یک تک کوتیشن هم قرار بدم تک کوتیشن رو برای چی باید به کار ببرید زمانی که بخواید در واقع فاصله بدید به اون حروف فونتاتون میتونید بیاید از تک کوتیشن استفاده کنید برای اینکه دستاتتون به درستی اجرا بشه خب این از فونت فامیلی حالا باید بیام با استفاده از دستوری به نام src لینک کنم دو تا فرمت که دارم رو ببینید وقتی شما src رو بنویسید URL رو براتون پیشنهاد میده رو همین کلیک کنید حالا میگه که انتخاب کن در واقع آدرس فونتی که میخوای لینک کنی خب من فونت رو در نت هم قرار دادم میام توی بی و اول فونت تایپ در واقع ترو تایپ فونت رو انتخاب میکنم که یک کان تی اف هست سپس بعد اینکه این کار رو کردم بعد بیام فرمتش رو مشخص کنم از دستور فرمت استفاده میکنم اون رو هم درون در واقع یک پرانتز قرار میدم و درن تک کوتیشن حالا درن تک کوتیشن فونت در واقع فرم میشه گفتش که فرمتش رو بنویسم فرمتش که میدونید چی بود دیگه ترو تایپ خب بذارید من دقیقش رو ببینم که به مشکل بر نخوریم که بیام از وبسایت دبلیو توی اسکول کمک بگیرم همین فونت فیس رو اگر تایپ کنید و کلمه CSS رو اولین وبسایت دبلیو اسکول برای شما وا میشه خب این از این میتونید فرمتش رو هم مشخص نکنید یعنی الان اینجا میبینید خودش هم فرمتش رو مشخص نکرده ولی خب حالا بذارید ما نوع فرمتش رو هم مشخص کنیم که با مشکل بر نخوریم این وبسایت فکر کنم نداره فرمتش البته از رو همین پراپرتی هم تا پراپرتیس هم میتونم ببینم که فرمتش نوع نوشتارش به چه صورتی است تو روت تایپ هست فکر کنم هیچ مشکلی هم نداره همین چیزی که نوشتیم اوکی هستش مشکلی فکر کنم نباید باشه حالا اگر اجرا نشد دوباره چک میکنیم بعد اینکه فرمت اول رو آپلود در واقع لینک کردید بعد یک فاصله قرار بدید در واقع ویرگول برعکس که بغل دکمه ام قرار داره مجددا بیاید از یو استفاده کنید و این سری بیاید فرمت در واقع وف یا وایفف رو در واقع فراخونی کنید خب میدونید که الان ترو تایپ فونت رو اول فراخونی کردیم همون تی تی اف هست و الان نوبت وفف یا همون و وف هستش خب انتخابش میکنم یو رو و مجدداً دوباره فرمت رو استفاده میکنم و درون پرانتز قرار میدم درون تک کوتیشن و اینجا وفف رو مینویسم به همین سادگی و بعد از اینکه دستوراتم رو کامل نوشتم حالا یک سیمیکالن قرار میدم که دستور سارسیم اینجا به پایان رسیده خب الان در واقع فونت من فراخونی شده و میتونم از فونت فامیلی بیکان توی نوشته ها استفاده کنم بریم به این تگ پیمون یک کلاس بدیم که بخوایم استرش رو بهش بدیم تکست رو کلاس تکست رو براش قرار میدم حالا میگم اینجا نقطه تکست رو فراخونی میکنم و میگم که حالا فونت فامیلیت رو میخوام در واقع بی کان قرار بدم خب مسلما لینک کردم و الان درون سند من این فونت وجود داره بریم نتیجه رو ببینیم با هم ببینیم آیا دستور به درستی اجرا شده یا نه خب درن CSS پی 15 هام ذخیره کردم خب میبینید که دستور برای من به درستی اجرا شده و فونت من به یک کان تغییر کرده الان اگر فونت فامیلی رو من هست کنم متوجه تغییرات میشید میبینید این فرم در فونت دیفالت خود میشه گفتش که سیستم هست که داره ازش استفاده میکنه تایم این ویدیو رو هم نگاه کنم 15 دقیقه خب بذارید یک فونت دیگر رو هم فراخونی کنیم مثلا این بی اکان قرار دادیم دیگه این رو مثلا یک نوشته دیگه هم قرار بدیم مثلا فونتش رو من روی دستاب هم یک فونت رایگان هم دیگه هم قرار دادم به نام آرتی. از فونت آرتین هم استفاده کنیم فونت فامیلی این همون بی میذارم بمونه به این صورت این از بی و حالا یک پاراگراف دیگه هم ایجاد کنیم و اون رو در واقع بیایم آرتین قرار بدیم یک پاراگراف دیگه این سری کلاسش رو حتما اسپیس رو یادتون باشه بزنید بعد اینکه تگ رو نوشید تا اون که بشه این رو تکس دو قرار میدم این هم می نویسم این یک متن فارسی هستش میتونم انگلیسی بنویسم بذارید انگلیسی بنویسم This is English در واقع متن چی بود به انگلیسی یادم رفتش بذارید من دست به گوگل ترجمه بزنم متن خب تشخیص زبان و این رو هم روی گیرسه قرار بدیم تکس خب این هم از این فکر میکردم تکس نمیشه ولی خب بعض موقع خودم واقعا اشتباه میکنم اوکی بریم ببینیم خب این حالت ببینید که الان حالت دیفالت هستش بریم بهش فونت آرتین رو بدیم مجددا از دستور فونت فیس استفاده می برای لینک کردن یک فونت دیگه و میام فونت فمیلیش رو اسمی که میخوام رو آرتین قرار میدم مثلا حالا بذارید A1 قرار بدیم ببینید که اجرا میشه یعنی هیچ مشکلی هم نداره اگه بین تک هم ننوشتید ایرادی نداره به شرط اینکه فاصله بینشون قرار ندید حتما به این نکته توجه بکنید چون این رو دو تا فونت در واقع در نظر میگیره این از این خب حالا بیایم براش src هم استفاده کنیم URLش رو بدیم ابتدا درون دستاپ من موجود هست فونت آرتین من نسخه وفف یا وفش رو فقط فراخونی کنم که ببینید کار میکنه و هیچ مشکلی هم نداره فرمتش رو هم درون تک کوتیشن قرار میدم همون وف یا وف اف. کافی استش یعنی نیازی نیستش بیاید حتما تو تایپ رو هم در واقع استفاده کنید ولی خب میگم بعضی از دیوایس ها شاید به مشکل برخور بهتره که جفتش رو استفاده کنید ولی خب چون من ویندوز دارم استفاده میکنم قطعا همین تک تا فرمت برای من جواب میده چون مورگرم هم تقریبا نسخه آخر کروم هست و هیچ کنم هیچ مشکلی نبود داشته باشه بابت نمایش این فوند خب تکست دو رو اینجا قرار میدم و فوند فامیلیش رو میام و ای یک قرار میدم ببینم دستور برای من آیا ایجا در اجرا شده یا نه میبینید که فونت آرتین هم یک فونت خیلی خوبی است برای تکست برای وبسایت پیشنهاد نمی کنم ولی خب برای تکست و حالا بنر به نظرم فونت جالبی هستش میبینید که فونت آرتین برای این مت هم اعمال شده به این صورت شما میتونید بیاد از فونت های دلخواه خودتون استفاده کنید و هیچ محدودیتی هم از بابت لینک کردن نداره بهتر که دستور فونت فیس رو در همون ابتدا بعد از چرست ازش استفاده کنید ولی خب میتونید این فونت فیس رو مثلا بیاد در آخر سند CSS تون هم اعمال بکنید ولی معمولا میان همون ابتدا در واقع توی استایل از دستور فونت فیس استفاده میکنن این هم از مبحث فونت ها امیدوارم که کامل یاد گرفته باشید تمرین رو فراموش نکنید که باعث میشه یادگیری بهتری رو داشته باشید اگر سوالی هم داشتید در مورد خصوص فونت ها یا هر مسئله دیگه خوشحال میشم که زیر این ویدیو حتما برام ویدیو چی گفتم زیر این ویدیو حتما برام نظرات و سوالاتتون رو بنویسید خوشحال میشم که بهشون پاسخ بدم نکته دیگه باقی نیمونه فقط عضو کانال تلگرام و اینستامون هم بشید پیج اینستا بگیم بهتره پیج اینستا و کانال تلگرام اونجا هم مطالب خوبی رو براتون قرار میدم تا دیدار دیگر بدرود